سرخط خبرها. با ادامه اعتراضات در نقاط مختلف ایران، گزارش‌ها از شلیک مستقیم به معترضان و افزایش کشته‌ها خبر می‌دهند. جلوگیری از دسترسی آزاد به فضای مجازی در ایران. وزیر ارتباطات می‌گوید قطع اینترنت ضربه سنگینی به زندگی مردم زده. خانواده‌هایی که درآمدشون کمه، درآمدشون تقریباً ثابت هست، اونها رو یاری کنیم، اونها رو کمک. اقدام دولت ایران برای جبران اثر گرانی بنزین. روحانی میگوید از امشب در سه مرحله به 60 میلیون نفر پول نقد پرداخت میشود. سلام، عصرتون بخیر. در چهارمین روز از اعتراضات در ایران، دسترسی به اینترنت کماکان مختل است و درگیری معترضان با نیروهای امنیتی به شکلی پراکنده ادامه دارد. گزارش‌های غیررسمی از افزایش شمار کشته‌ها خبر می‌دهد. از جمله تصاویر منتشر شده توسط شهروندان نشان می‌دهد که چندین نفر از معترضان به ضرب گلوله مستقیم به ماموران کشته شدند. از بهبهان و شهریار خبر رسیده که مقام‌های امنیتی از تحویل دادن جسد کشته شدگان به خانواده‌هایشان خودداری کردند. در همین حال دولت ایران میگوید که پرداخت کمک‌های معیشتی به 60 میلیون ایرانی از امروز شروع می‌شود و در سه مرحله تا شنبه ادامه خواهد یافت. موج تازه اعتراض، خشونت و نارامی در خارج از ایران هم انعکاسی گسترده داشته. از جمله دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره وقایع ایران تلفنی گفتگو کردند. شب گذشته کاخ سفید و وزارت امور خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌های جداگانه از برخورد حکومت ایران با معترضان انتقاد کردند. آنچه تا حالا گذشته در گزارشی از فرین عاصمی. حاجی تیر زدن، من گفتم مشقیه. یا خدا. ادامه اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ایران به افزایش قیمت بنزین. چات صاحبه وای زنگ بزن آمبولانس، بابا زیر میگیری، زنگ بزن آمبولانس. آمبولانس بیاید بریم جلو. شاهدان عینی از شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به معترضان خبر می‌دهند. دو شاهد عینی از بهبهان و شهریار به بی بی سی فارسی گفتند که اجساد کشته شدگان را به خانواده‌های آنها تحویل ندادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به معترضان هشدار داد شناسایی خواهند شد. اجازه ناامنی در جامعه نباید بدیم. خودرو در اختیار من هست که استفاده کنم، نه اینکه بیام رابندون درست کنم. اگر آمدم رابندون درست کردم، خوشبختانه اونقدر ما سیستم مونیتور داریم و دوربین داریم، هم خودرو مشخص میشه، هم پلاکش مشخص میشه، هم رانندهش مشخص میشه. و من خواهش میکنم از قوه قضاییه که در این زمینه طبق قانون عمل بکنه. او اعتراض‌ها را اغتشاش و ناامنی خواند. به هیچ عنوان دولت اجازه اغتشاش و ناامنی به هیچ کس نخواهد داد. اما اعتراض حق همه مردم هست. میتونن اعتراض کنن، میتونن صحبت کنن، میتونن نقد کنن. خوشبختانه که من همین ساعتی در واقع آمار دستم هست تو این سه روز، اونهایی که اغتشاش کردن عددشون بسیار کمه. اغتشاشگر و عامل ناامنی، اجیر شده، شرور، دشمن خارجی و تحت سلطه آمریکا و اسرائیل، کلماتی بود که در روزهای گذشته مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی درباره معترضان به کار بردند. متاسفانه ما دیدیم که برخی به بهانه اجرای مصوبه به اغتشاش‌های نامتعارف، آتش زدن بانک‌ها، حمله به مراکز انتظامی و نظامی، حمله به زیرساخت‌هایی مثل گاز و مخابرات، حمله به اموال خصوصی مردم اقدام کردند. در برخی از موارد و شهرها گزارشاتی رو ما داریم که از سلاح گرم و سرد به طور مکرر استفاده کردند.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم هشدار داده که با ادامه آنچه ناامنی و اقدامهای مخل آسایش و آرامش مردم خوانده قاطعانه برخورد خواهد کرد. محمود صادقی نماینده مجلس هم که دیروز درباره استعفای او در اعتراض به افزایش قیمت بنزین خبرهای غیررسمی منتشر شده بود، در توییتی به حمایت آمریکا از معترضان واکنش نشان داد. به بدخواهان و بیگانگان و دولت عهدشکن و سلطه‌جوی آمریکا که با تحریم‌های ظالمانه روند عادی زندگی مردم را مختل کرده، اجازه مداخله در امور داخلی خود را نمی‌دهیم. کاخ سفید دیشب در بیانیه خشونت علیه معترضان ایرانی و محدود کردن ارتباطات در ایران را محکوم کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هم از معترضان ایرانی حمایت کرد. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران سخنان آقای پومپئو را مداخله جویانه خوانده. ریچارد گرنل سفیر آمریکا در آلمان هم در توییتی فارسی از معترضان ایرانی حمایت کرده. امروز چندین و چند تماس با مقامات و همکارانم در کاخ سفید و وزارت خارجه داشتم. ما بر کمک به مردم ایران متمرکز هستیم. آنها از این رژیم رنج بسیار کشیدند. همزمان ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه که یکی از سه تصمیم گیرنده در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه درباره افزایش قیمت بنزین بود، تلویحاً از نحوه اجرای این طرح انتقاد کرد و گفت افزایش قیمت باید به تدریج و طی 5 سال صورت می‌گرفت. آقای رئیسی دیروز هم مسئولیت این طرح را به گردن حسن روحانی انداخته و گفته بود پیشنهاد آن را رئیس جمهوری داده. محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس خواسته جلسه‌ای با حضور رؤسای قوای مجریه و مقننه درباره سهمیه بندی بنزین در مجلس برگزار شود. در واکنش به اعتراض‌ها دولت گفته که برای جبران اثر گران شدن بنزین پرداخت کمک‌های معیشتی به 60 میلیون ایرانی را از امشب شروع می‌کند و در 3 مرحله تا شنبه ادامه می‌دهد. فرین عاصمی، BBC. سارا کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان از کرمانشاه با ماست. خانم کردپور، کردستان و کرمانشاه از جمله مناطقی بود که گزارش‌های منتشر شده حاکی از ادامه اعتراضات و درگیری درش هست. الان وضعیت چطوره؟ سلام دارم خدمت بینندگان شما. بایستی بگم که در کرمانشاه، جوانرود، هم مثل بقیه شهرهای غرب کشور و شهرهای استان کردستان، اونجا هم اعتراضات ادامه داشته، وجود داشته، الان هم ادامه داره. جو امنیتی بسیار شدیدی برای شهر حکم فرماست. اعتراضاتی اگر میشه سرکوب میشه توسط نیروهای امنیتی و با مداخله نیروهای نظامی به پایان میرسه و بعد در نقاط دیگری دوباره شروع میشه. آیا فضا فقط امنیتی و خیابان‌ها در قرق نیروهای امنیتی یا اینکه نه، کماکان معترضان هم در خیابونن؟ به طور دائم نه، اما گاهی معترضان به خیابان میان، گاهی برمیگردن. با توجه به سردی هوا و همچنین قطع شدن رسانه‌هایی که میتونن کمک بکنن به مردم در این تجمعات، امکانش نیست که به طور پیوسته در محل حضور داشته باشن، اما اینکه فضا امنیتی بوده هست و احتمالاً در روزهای آینده هم با توجه به این شرایط خواهد بود ادامه خواهد داشت. اشاره کردید کوتاه به جوانرود، گفته میشه که وضعیت اونجا هم بسیار پرخشونت و تنش بوده بین معترضان و نیروهای امنیتی. بله، متاسفانه شنیده میشه که اعتراضات به خشونت کشیده شده. این را قبل از اینکه مکریان بخواد بگه، رسانه ها نشون دادن، فیلم های وجود داشته و پخش شده که تیراندازی های مستقیمی صورت گرفته، گفته میشه کشته و زخمی هم داشته، اما ما آمار دقیق و عددی رو نمیتونیم و در دست نداریم که بخواهم از کشته شده ها یا زخمی ها به شما بگیم. از بازداشتی ها چطور خانم کردپور؟ اطلاعی دارید که چه تعداد بازداشت شدن؟ در جوانرود هم خب طبیعتاً با توجه به همه اولتیماتومی که دستگاه های امنیتی و خود آقای روحانی را خواست کرد، دستگاه قضایی داشتن، این طبیعی اتفاق می افتد. در جوانرود هم مثل سایر شهرها بله دستگیری هم اتفاق افتاد. خانم کردپور، اعتراضات در واقع به چیه در مناطق کردنشین؟ به هر حال شروعش به افزایش قیمت بنزین بود، الان خواسته معترضان چیه؟
خب همونطور که خودتون می‌فرمایید افزایش یک باره قیمت بنزین خودش بنزینی بود روی آتشی که از قبل به دلیل مشکلات معیشتی در منطقه وجود داشت و مردم برای آتش خشم مردم ریخته شد و اون رو شعله ور کرد و یک بار دیگه. اما خب فقط مسئله حل شدن قیمت بنزین نیست، مردم همواره مشکلات معیشتی که داشتن معترض بودن و به نظر نمی‌رسه که با توجه به سخنانی که آقای روحانی گفتن بخوان از تصمیمی که داشتن کوتاه بیان، با توجه به اینکه معیشت هر روز داره سخت‌تر میشه فکر نمی‌کنم مردم هم بخوان این رو ازش کوتاه بیان، و اگر کوتاه هم بیان این مطمئناً موقت خواهد بود و دوباره به هر دلیل دیگری فوراً می‌تونه شعله ور بشه. متشکرم سارا کردپور خبرنگار آژانس خبری مکریان از کرمانشاه با ما. اما در استودیو مریم زهدی همکارم به ما پیوسته. مریم، وضعیت قطعی اینترنت برای بسیاری ایجاد نگرانی و مشکل کرده، برای اینکه بسیاری کسب و کارها وابسته به اینترنت در ایران، مثل اینکه وزیر هم واکنش نشون داده. وزیر هم اذعان کرده به اینکه بسیاری لطمه دیدن و مشکل پیدا کردن. گزارش هایی بود مبنی بر اینکه سایت های داخلی برای مردم در ایران کار میکنه و میتونن احتیاجاتشون رو در داخل همون به اصطلاح شبکه داخلی راه بندازن، ولی از اون طرف گزارش های دیگه ای بود مبنی بر این که در اون شبکه هم اختلالاتی وجود داره. گزارش های بین المللی نهادهای ناظر میگه حدود 95% دسترسی ایران به اینترنت از بین رفته. آقای آذری جهرمی در اولین واکنش بعد از قطعی اینترنت گفته که واقف هست به این که مردم مشکل دارن، پیگیر این ماجرا هست، حتی گفته که در حال مذاکره و پیگیری های لازم هستیم تا شرایط مجوز صادر کردن برای شرکت های اینترنتی رو فراهم بکنیم و کار راه بیفته. او اذعان کرده که ضربه بسیاری همونطور که خودت هم اشاره کردی به خدمات مردم زده این قطعی اینترنت و گفته که حفظ امنیت کشور بسیار حائز اهمیته. و اینکه میگید اختلال اینترنت اختلال نیست و قطعی اینترنت و خودمون تصمیم گرفتیم به خاطر امنیت کشور. اما صحبت های مختلفی در جریان کماکان اینترنت مشکل داره، کماکان ما داریم به سختی تصویرها رو دریافت میکنیم. در مورد تجمع ایرانی هایی که بیرون از ایران هستن برای حمایت از اعتراضات مردم خبرهایی دریافت میشه. مثلا در تفلیس، آتن، جلوی سفارت ایران تجمعاتی صورت گرفته. لندن همینطور که امروز در جریان قرار گرفتید، اونجا همینطور در برابر سفارت فرانسه در پاریس قرار فردا مردم جمع بشن. در آنکارا خبر رسیده که یکی از مخاطبان ما گفته که بناشون برای این بوده که در برابر سفارت جمع بشن، اما اداره امنیت آنکارا حتی اجازه تجمع خاموش رو هم به اونها نداده و گفته که اگر بخواید جمع بشید به شدت باهاتون برخورد میکنیم. قبلا هم گفتم استاندار تهران از بروز اعتراضات در بیش از 70% استانهای ایران خبر داده. عملا گفته اعتراض و نارامی در 22 استان شروع شده، به 11 استان کاهش پیدا کرده و 4 استان الان نارام هستن. به این 4 استان اشاره نکرده که ما بدونیم دقیقاً منظورش کدام استان ها هستن، ولی تصاویری امروز داشتیم باز از مخاطبانمون در اصفهان که فضا به شدت امنیتی بود. یگان های گارد ویژه رو در خیابون ها می دیدیم و از شهرهای مختلف گاهی اوقات به ما تصویرهای از صبح داره میرسه که هر کدومش به دستمون برسه و بتونیم مشخص بکنیم که کجا هست و چه زمانی هست به اطلاع همه میرسونیم. مریم، اشاره کردی به تصاویری که برای ما فرستادند، یکی از این تصاویر رو با هم ببینیم. برمیگردیم. بزنی!
مسائلی که به دست ما میرسه با کندی چون میرسه، امکان این که مطمئن باشیم چه روزی هست بسیار سخت، تلاشمون رو میکنیم طبیعتاً، اما قطعاً مربوط به این اعتراضات، ولی روزش رو و بعضاً مکانش رو امکانش نیستش که با قطعیت بتونیم تعیین بکنیم. مریم، تصاویر همونطور گفتم به کندی میرسه. دیشب تصاویری که رسید نشون داد که در شیراز و در کرج هم شب بسیار پرتنشی بوده. به تبع همین ناآرامی‌ها و التهاب که بهش اشاره می‌کنی، دانشگاه شیراز و دانشگاه آزاد اصفهان ظاهراً تعطیل بوده. فقط مدارس نبودن که خبرهای گزارش‌های منتشر می‌شد مبنی بر تعطیلیشون، هر چند که بعضی‌ها رو می‌گفتن به دلیل برودت هوا، بعضی‌ها رو می‌گفتن به دلیل آلودگی، دلیل‌های متعددی ذکر می‌شد. دانشگاه شیراز و همونجوری که گفتم دانشگاه آزاد اصفهان همینطور. در دانشگاه تهران و تبریز تجمعات حمایتی برگزار شده بود دیروز که حتی تصاویری از اونها هم دیده بودیم، و امروز خبر رسید تجمع که حمایت از اعتراضات تصمیم دولت امروز خبر رسید که تعدادی از دانشجویان که در این تجمع شرکت کرده بودن دستگیر شدن. باز هم هرچند که خبرهای تکمیلی اومد که ظاهرا دارن پیگیری میکنن که ببینن چیه داستان و تلاش بکنن برای آزاد کردن اونها، ولی از این دانشجویان که خیلی آروم هم حرکت میکردن، در تصاویری که من دیدم بدون هیچ گونه خشونت داشتن اعتراض میکردن و حمایت می‌کردن از اعتراض‌های روز، دیروز تصاویری در اینترنت دست به دست می‌شد. خبرگزاری ایسنا نوشته بود که سپاه البرز اعلام کرده، سپاه در استان البرز اعلام کرده که 150 نفر رو دستگیر کردن. سایت آقای خامنه‌ای یک کلیپی رو منتشر کرده بود از گزیده‌ای از صحبت‌هایی که کرده بود بر روی بعضی از تصاویر خودش از اون سخنرانی‌ها. بعضی از اینها رو هم به شکل گرافیک بزرگ از سخنانش، کلماتش رو به شکل گرافیک بزرگ کرده بود و تاکیدش بیشتر بر این بود که از اشرار حمایت نکنید به گفته ایشون، و دوباره صحبت‌هایی که در مورد خانواده پهلوی کرده بود. استاندار تهران الان در ایسنا دیدم که نوشته بود گفته تهران در امنیت و آرامش به سر میبره، و اشاره کرده بود باز به صحبت‌های آقای خامنه‌ای و معتقد بود که آقای خامنه‌ای بعد از صحبت‌هایی که کرد همه چی آروم شده و خط اخلالگران از مردم جدا شده. این مشخصاً جمله‌ای هست که هر مقام رسمی اظهار نظر می‌کنه روش تاکید میکنه که اغتشاشگران یک طرفن، مردم یک طرف، و بعد از صحبت‌های خامنه‌ای مشخصاً این خط پررنگ شد و شما حواستون باشه که وارد اغتشاشگران نشید، و اینکه اخلالگران از خارج از ایران دارن خط میگیرن، این چیزی بود که چون قبلا بارها تکرار شده بود انتظار میرفت که یه جا مطرح بشه، که بالاخره مطرح شد و دارن این موضوع رو مطرح میکنن جاهای مختلف. احتمال وصل اینترنت، استاندار وقتی که گفتش که از شلوغی و ناآرامی ها خبر داد، وقتی صحبت از قطعی اینترنت کرد در موردش توضیح داد، آقای ربیعی هم در مورد احتمال وصل مجددش گفت در بعضی از استان ها که مشکل امنیتی وجود نداره احتمالاً ما اینترنت رو دوباره وصل خواهیم کرد، که باز هم نگفت کدوم استان ها و مسئله امنیتی مشخصاً منظورش چی هست. در توییتر یک کاربری توییت کرده بود، توییتش رو حذف کرد در مورد پسرخالش که تیر خورده بود، و نوشته بود که از راه نزدیک تیر مستقیم بهش تلیک کردن، صورتش جوری متلاشی شده بود که برای خانواده‌اش به راحتی قابل تشخیص نبود، ولی همین توضیحات رو هم که داده بود حذف کرد، برداشته شد که به نظر میرسه به خاطر فشاری بوده که بر روش وجود داشته، و گفته بوده که این کسی که این اتفاق براش افتاده یک جوان بیکاری بوده که از ظلم به ستوه اومده بوده. و اینکه خبر داشتیم از حمله به دفتر امام جمعه یزد که نماینده آقای خامنه‌ای در این شهر بوده، خبرهای تکمیلی خبرگزاری ایران میگه که 4 نفر رو در این رابطه دستگیر کردن. عکس‌هایی هم منتشر شده که یکی از این افراد با چوب زیر بغل توی این تصویرها دیده میشه. متشکرم مریم زهدی همکارم در استودیو با ما. مایرج مساقی پژوهشگر مسائل سیاسی و فعال حقوق بشر از استکهلم سوئد با ماست. آقای مساقی، به نظر میاد که اعتراضات کماکان در بعضی از شهرهای ایران ادامه داره، اما بسیاری از گزارش‌هایی که ما می‌شنویم اینه که درست فضا امنیتی در شهرهای دیگه، اما معترضی در خیابون نیست. آیا فکر می‌کنید که با همین روند اگر پیش بریم این اعتراضات فروکش خواهد کرد در روزهای آینده؟
این اعتراضات چه فروکش بکنه چه فروکش نکنه آینده آینده برای نظام اسلامی نیست، چون ما ملاحظه میکنیم در طی 10 سال گذشته ببیشه از 88 به این طرف شما که ملاحظه میکنید جنبش های متعدد پشت سر هم و هر یک از جنبش ها نسبت به قبل کالتره و این نشون میده که مردم هر روز که میگذره بیشتر نفرت عمومی به سران رژیم جمهوری اسلامی افزوده میشه به نفرت عمومی. و بایستی توجه داشته باشیم که در سال 96 به این طرف هیچ یک از جنبش هایی که در ایران بوده در طول 120 سال گذشته سابقه نداشته که درش حتی یک شعار مذهبی نبوده. این نشون دهنده اینه که مردم به هر دلیلی که به خیابون میان برخلاف جنبش های دیگه عملا خواسته هاشون دقیق صرفا غیر مذهبی است و این بی سابقه است به خاطر اینکه یک نظام اسلامی حاکم هست، به خاطر اینکه ولایت فقیه رو هدف قرار دادن و یک دیکتاتوری مذهبی رو هدف قرار دادن. ما قبلا حتی در 88 شاهد بودیم شعارهای مذهبی بود، الله اکبر بود، ولی این بار میبینیم که این نوع شعارها نیست از 96 به این طرف. این یک مسئله جدیده و این نشون میده که مسیری که مردم ایران میرن و انتخابی که کردن انتخابی جدا از نظام اسلامی، دیر یا زود این نظام رو به زیر خواهند کشید صرف نظر از اینکه این موفق بشن یا نشن. ما کمتر کشوری رو در منطقه داشتیم لااقل که در طول 10 سال یک 3 تا جنبش بزرگ داشته باشه. اگر اینجا یا اونجا مردمی به خیابون میان و بعد از مدتی یا سرکوب میشن یا موفقیتی رو کسب میکنن، ولی اینکه مردم پشت سر هم بیان همچنان جنبش ادامه داشته باشه، این ویژگی های جامعه ایران هستش و این پویندگی و بالندگی جامعه ایران رو میرسونه و قطعاً که به نتیجه خودش خواهد رسید و روزی گل خواهد. آقای مستاقی با ما باشید. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر هم از وین اتریش به ما پیوسته. آقای نایب هاشم، شنیدید صحبت های آقای مستاقی رو که بسیار مطمئن به نظر میرسند از اینکه این جنبش به گفته ایشون در ایران در نهایت موفق میشه و به نتیجه میرسه، اما آیا بدون رهبر یک جنبش سیاسی یا اعتراضی میتونه به نتیجه برسه؟ من اول سلام عرض میکنم خدمت آقای مستاقی و شما عزیزان، تسلیت میگم به همه کسانی که این روزها عزیزانشون رو از دست دادن و تبریک میگم به آقای مستاقی به خاطر اقدامی که اخیراً کردن و یکی از متهمان به جنایت علیه بشریت رو توانستن به دادگاه بکشونن و حالا امیدواریم که به ثمر برسه این مسئله. جنبش هایی که ما اخیراً شاهدش هستیم در کشورهای مختلف و خب همین الان شاهد هستیم در لبنان، در عراق، در شیلی، اینها در حال حاضر رهبر مشخص شاید نداشته باشن. این از ویژگی های جنبش های کنونی هستش که همچین مشخصه ای رو دارن. در خود ایران هم میبینیم این جنبش در حال رو به اعتلاست. در این چند روز میبینیم که چگونه گسترش پیدا کرده، ابعاد مختلفی پیدا کرده. الان در واقع میشه گفت که شرایط رو به وجود آورده که ما شرایط مثل کودتای نظامی رو در حکومت نظامی رو در مملکت شاهد هستیم. این هوشیاری جوانانی که از طریق شبکه‌های اجتماعی به خصوص در ارتباط با همدیگه قرار میگیرن طوری هست که میتونه خلأ رهبری رو در حد معینی پر بکنه. البته مسلمه که در تداوم خودش هر جنبشی از جمله این جنبش رهبران خودش رو از دل خودش بیرون میده و اینها به همدیگه پیوند میخورن و جامعه هم با اونها پیوند میخوره. ما باید حالا ببینیم که شرایط چگونه پیش میره. الان ما متاسفانه با سرکوب شدیدی که وجود داره در شرایط تا حدی جنگ داخلی قرار گرفتیم. در شهرهای جنوبی کشور به هر حال حرکت‌های مسلحانه حتی وجود داره. امیدوارم که اینا کاهش پیدا کنه و این اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم که با سرکوب شدید حکومتی داره شکل خشنی رو به خودش میگیره از این خشونتش در بیاد. میدونیم که در خیلی از جاها به ماموران سرکوب گل دادن اعتراض کنندگان و مسلمه که تداوم اعتراضات مسالمت‌آمیز میتونه دستاوردهای بسیار خوبی رو برای مردم ما داشته باشه. آقایان با ما بمونید، صدای یک شاهد عینی از تهران رو با هم بشنویم، برمیگردیم. یعنی که تهران فردی تهریار و کرج رو از نزدیک دنبال کردم، سعی کردم تهران رو شرق دنبال کنم. یعنی که منطقه پیروزی، منطقه دماوند و هر چقدر به سمت شرق و جنوب تهران می رفتیم
نگیری ها به دلیل افزایش جمعیت معترض بیشتر بود. این به معنی نیست که بقیه مردم تهران معترض نبودن، بلکه معترض جمعیت تهران میشد در رفتارشون در جاهای مختلف دید. اما چیزی که مشخص بود این بود که توی این مناطق این اعتراض درگیری خیلی شدید منجر شده بود. موضوع دیگه بحث کشته ها و زخمی ها و بازداشتی هاست. این آمارهایی که داره اعلام میشه متاسفانه به دلیل گردش غیر آزاد اطلاعات همش خیلی فاصله رو با ما واقعی. من توی حتی دیدم که کسی رو که از نیروهای سرکوبگر بود مردم تونستن در واقع برخورد کنن و گرفتار شده بود. من توی فردیس کج با اسم و فامیلی به دلیل مسائل امنیتی ترجیح میدم اسم نبرم، با اسم و فامیلی بیش از 10 نفر رو برای روز یک شنبه، یعنی برای روز شنبه، یعنی دو روز پیش میگون که داشتن بیمارستان، یکی از بیمارستانهاشون بالای جاخ مجروح رو در حوض جاخ دادی، همهشون امروز نیروهای امنیتی هست که کسی از بیمارستان خارج نشه. شهریار همینجور، تعداد کشته ها خیلی فراتر از اون چیزیه که داره اعلام میشه. اما این مردم نبودن که خیلی دیگه از بانک ها رو آزدن. این مردم نبودن که ماشین نبودی کردن، شیشه ها رو ماش هست، فیلماش رو شما میتونید بخش عمدهش رو تا الان دیدید، بخش بیارزادیش بعد از شدن اینترنت خواهد رسید. شما خواهید دید نیروی انتظامی چه بر همالومی مال مردم. شما از حق دفاع مردم عبور کنید. مردم 40 سال سرکوب شدن، 22 سال اصلاحات رنگ تغییر شدن، کوچیک شدن، شون امید واهی دادند. آقای روحانی رئیس جمهور به مورد حمایت اصلاح طلبان که در برنامه های مختلف شبکه‌های شما حضور دارن، سال 78 گفت معترضان رو در نماز جمعه بیاویزیم و دیروز در جلسه هیئت دولت نشون داد که همون حسن روحانی سال 78 از قوه قضاییه خواست با کسانی که سد معبر کردن خود کنه. اجازه بدید من به نهایی از صدایی که تو خیابونا شنیدم جوان 25 ساله که فریاد زد آرزو یک پرایده، پراید برای من یک حسرته. کسی که زیر دست و پای مأموران فریاد میزد من فقط گشنمه، من الان خودم نیستم. صدای تمام اون عربده ها، اون ناله ها و اون صدایی هم که میشنیدم، صدای زنی که اومد گفت من چیزی من از دست دادن ندارم، یعنی هزینش رو باید خودش بپردازه، چه اتفاقی برای اون قیام داده که این کار رو میکنه؟ چرا نمیگیم اتفاقی توی این مسیر افتاد؟ چرا نمیگیم توافق شد ولی هیچ پولی به سخم این جمعه همش توی فلسطین و سوریه؟ ما نیم میلیون راستیم هستیم در کشتن نیم میلیون سوری، ما پول جمعه رو اونجا خرج کردیم. این خشم امروز محصل اصلاحات و اصولگرایی در جمهوری اسلامیه. ایرج مصداقی و حسن نایب هاشم کماکان با ما هستند. آقای مصداقی جوان 25 ساله‌ای که در آرزوی داشتن یک پراید، جوان دیگه‌ای که میگفته من گشنم، زنی که میگفته من چیزی برای از دست دادن ندارم، خواسته هایی که به نظر میاد در بسیاری از معترضان مشترکه و به گوش میرسه، اما از در طرف مقابل به هر حال حکومتیه که قوه قهریه رو در دست داره و امکان سرکوب و نادیده گرفتن و نشنیدن این اعتراضات رو داره. خب بله، همینطور که گفتید اتفاقا این درگیری و این برخوردی که به این دو این خواسته و نحوه برخورد با اون هست، این
استحقاق و این برخورد باعث این خواهد شد که جرقه حاصل میشه و این جرقه دودمان رژیم رو برباد خواهد داد. امروز، فردا، هر روز دیگر. ببینید آینده ای برای نظام اسلامی نیست، میتونه در واقع عقب بندازه اینو با تمهیدات مختلف، اما این رو سهمگین تر میکنه. نحوه برخورد نظام های اجتماعی به تغییرات آینده اونها رو رقم